درود بر شما، خواهش میکنم که شبکه خودتون رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما با خبر بشید. نه غذای گیاهخواران که واقعا گیاهی نیستند. برخی از غذاهایی که گیاهخواران مصرف میکنند کاملا هم گیاهی نیستند. شاید در روند تولید آنها موادی به این غذاها افزوده شود که از ترکیبات حیوانی به دست آمده است. شاید باورتان نشود، اما بسیاری از مواد غذایی که گیاهخواران مصرف میکنند مقداری ترکیب حیوانی پنهان نیز دارد که کمتر کسی متوجه آن میشود. این عناصر شامل موادی از جمله شکر می شوند که در خوراکی هایی مثل بستنی وانیلی ترکیب می شوند و ممکن است این شکر از ترشحات بدن سگ آبی گرفته شده باشد. شماره 9. پنیر پارمسان. پنیر غذایی است که گیاهخواران از همه چیز بیشتر دوست دارند. با این حال اگر با نگاه کارشناسی به این قضیه نگاه کنیم، پنیر پارمزان یا پارمسان گیاهی نیست. در تهیه پنیر پارمزان آنزیمی به نام مایه ماست یا مایه پنیر استفاده می شود که از معده برای کوچک یا گوساله گرفته می شود. از این آنزیم برای انعقاد شیر مایه و تبدیل آن به کشک و آب پنیر استفاده می شود. همیشه پنیرهای سفت از این آنزیم تولید می شوند، اما پنیرهای دیگر از تخمیر کیموزین. اما هنوز هم بسیاری از پنیرهای پارمزان از مایه پنیر به عمل می آیند. شماره 8. بستنی وانیلی. بسیاری از بستنی‌های وانیلی که طعم دهنده های طبیعی در فهرست مواد تشکیل دهنده آنها وجود دارد، شاید طعم و عطر وانیل خود را از بدن سگ آبی گرفته باشند. سازمان غذا و دارو میگوید خوردن این ماده که به جان بیتسر نامیده می شود ضرری برای بدن ندارد، اما اگر دوست ندارید چنین چیزی بخورید می توانید مواد غذایی گیاهی را جایگزین بستنی کنید. شماره 7. موز. اگر گیاهخوار هستید یا به برخی از غذاهای دریایی حساسیت دارید، می توانید موز ارگانیک را جایگزین این مواد غذایی کرده و از خوردن غذاهایی مانند میگو جلوگیری کنید. بسیاری از موزهایی که ارگانیک نیستند با آفتکش‌هایی سمزدایی می شوند که از موجودات دریایی تهیه شدند. این آفتکش‌ها ترکیبات باکتری‌کشی هستند که عمر مفید میوه را افزایش می دهند. آفتکش در پوست میوه نفوذ کرده و سپس به خود میوه نیز راه می‌یابد. شماره 6. آب پرتقال. در حالی که ادعا می‌شود بسیاری از آب پرتقال‌ها به حفظ سلامت قلب کمک می‌کنند، این آب میوه‌ها کاملاً طبیعی نیستند. هر آب پرتقالی که گفته می‌شود برای سلامت قلب مفید است، امگا 3 به ترکیب آن اضافه شده. این امگا 3 از ماهی‌های مانند تیلاپیلا، سارتین و ماهی کولی گرفته می‌شود. در برخی موارد ویتامین دی که به آب پرتقال افزوده می‌شود از لانولین گرفته می‌شود که یک ماده مومی شکل است و از پشم گوسفند به دست می‌آید. اگر می‌خواهید مطمئن شوید که آب پرتقالی که می‌نوشید فقط از آب پرتقال خالص به دست آمده است و کاملاً طبیعی است، حتماً آن را در خانه درست کنید. شماره 5. قند سفید. شاید قند سفید که به آن قند تصفیه شده نیز میگویند برای گیاهخواران مناسب نباشد. اگرچه قند سفید از نیشکر یا چغندر قند به دست میآید، اما برای تصفیه آن از زغال استخوان استفاده میشود. معمولا از نیشکر برای جدا کردن آب میوه از پالت آن استفاده میشود و سپس آب میوه حرارت داده میشود. سپس این آب میوه توسط زغال استخوان سفید و تصفیه می شود که به قند تصفیه شده چنین سفیدی می بخشد. شماره 4. خوراک مکزیکی، لوبیای آب پز، کوبیده و سرخ شده. بسیاری از گیاهخواران لوبیا را به عنوان پروتئین جایگزین گوشت می کنند، اما هنگام سفارش دادن این غذای مکزیکی مراقب باشید. آنها این غذا را با چربی خوک درست می کنند. حتی ممکن است کنسرو این غذا نیز به همین روش تهیه شده باشد.
پس اگر می‌خواهید این غذا را بخورید، حتماً مطمئن شوید که غذای مخصوص گیاهخواران باشد. حتی بهتر است به جای رفتن به رستوران یا خرید کنسرو، این غذا را به آسانی در منزل تهیه کنید. شماره 3، آب نبات قرمز. قبل از خرید شکلات‌های رنگی مطمئن شوید که در آنها از رنگ‌های طبیعی استفاده شده باشد. در بعضی از آب میوه‌ها، ماست‌ها و بستنی‌ها نیز این رنگ‌ها استفاده می‌شوند که اصطلاحاً به آنها کارمین می‌گویند. اگرچه گفته می‌شود کارمین کاملاً بی‌ضرر است، اما رنگ قرمز این ماده از سوسک خرد شده تشکیل می‌شود. این سوسک‌ها در آمونیاک یا سدیم کربنات جوشیده می‌شوند تا رنگ قرمز از آنها استخراج شود. پس اگر می‌خواهید شربت سوسک نخورید، مراقب باشید تا از این آب نبات‌ها نخورید. شماره 2، آب نبات. علاوه بر اینکه در خوردن شکلات‌ها و آب نبات‌های قرمز رنگ باید دقت کنید، گیاهخواران باید مراقب آب نبات‌هایی که لایه سفتی از شلاک دارند باشند. شلاک سمغی است که از پشت نوعی حشره گرفته می شود و در فهرست مواد تشکیل دهنده آب نبات به عنوان لعاب شیرین پزی شناخته می شود. شلاک حتی در لاک ناخن، اسپری مو، کود و جلا دادن لوازم خانگی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. و شماره 1، بادام زمینی. هنگامی که بادام زمینی می‌خورید، شاید دارید سم گاو را نیز همراه با آن می‌جوید. برخی از شرکت‌های تولید کننده بادام زمینی به بادام زمینی‌ها ژلاتین اضافه می‌کنند تا نمک و مواد طعم دهنده‌ای که به آن اضافه می‌کنند بهتر به بادام زمینی‌ها بچسبد. ژلاتین از کلاژن به دست می‌آید که این ماده هم از استخوان، سم و بافت‌های همبند گاو تولید می‌شوند. پس بهترین روش برای جلوگیری از مصرف چنین موادی این است که بادام زمینی ساده بخرید و خودتان در خانه به آن نمک یا هر طعم دهنده دیگری که دوست دارید اضافه کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونید اونو لایک کنید و به اشتراک بذارید. شبکه ایرانیان امریکا همراه شماست.